خب اگر توی پاور بی آی به تب مدلینگ بریم، ما یه دونه ابزار به نام نیو پارامتر وات ایف داریم. این چیکار میکنه؟ در واقع خاطرتون هست که ما میخواستیم تیبل درست بکنیم و گفتیم که بعد فرمول بنویسیم. این یه جورای فرمول رو از پیش واسه ما تعریف میکنه و یک سری داده واسه ما تولید میکنه. حالا من این رو میزنم. ببینین اینجا بهتون میگه که اسمش چی میخواید باشه. مثلا من میخوام بگم ضریب تغییر، یعنی یه ضریبی میخوام که تغییرات توی یک عامل دیگر رو بررسی کنم. اصلا اصولش هم واسه همینه. اگر مثلا من عددم این باشه، مثلا سود من چقدر میشه، یا اگر مثلا من بخوام واسه ماه بعد رو پیش بینی بکنم، بگم 10% ماه قبله، اون وقت یا 11% یا 12%، این اعداد رو چجوری میتونم داشته باشم. خب وات ایف پارامتر قصدش همینه که من در واقع یک سری عدد تولید میکنم، یک سری عددی تولید میکنم. اینجا دیتا تایپ رو نگاه کنیم، هول نامبر هستش در حال حاضر. میگه از 0 شروع میکنم، یکی یکی میرم بالا تا اینکه به 20 برسم. پیش فرضم هم حالا یه عددی مثلا همون 0. خب یعنی من یه جدول خواهم داشت. حالا من این رو اوکی میکنم. مثلا اینجا میاد یه دونه جدول واسه من تولید میکنه. خب و توجه کنین یه فیلتر هم اینجا واسه من انداخته. جدول کجاست؟ من اینا رو کوچیک میکنم. ناکنین سنت اسل، ناکنین چینج کف هستش، علامت تیکش هم هست. یعنی یه جدول تولید شده. این جدول یه ستون با یه دونه میجر داره. حالا من میرم تو قسمت تیبل ها، توجه بکنین توی اینجا من چینج کوفم رو انتخاب میکنم. ببینید یه دونه جدول با یه دونه ستون هستش. اینجا جدول من مساویه جنریت سریز هستش. یادتونه من اونجا نیو تیبل میزدم با فرمول مینوشتم دیگه. اینجا فرمول رو خودش نوشته واسه من، میگه از صفر شروع کن، 20 تا ماکسیموم 20 برو یه دونه یه دونه. خب به خاطر همین اومده 0 1 2 3 الی 20 عدد رو واسه من تولید کرده. حالا فرض کنین من توی سلز دیتا هزینه حمل و نقل دارم دیگه، درسته؟ کجاست هزینه حمل و نقلم؟ ترانسپورتیشن کاست. من میخوام اینطوری در نظر بگیرم، در آینده هزینه‌های حمل و نقل من ممکنه بره بالا. اگر مثلا 1/10 برابر بشه، یعنی 10% افزایش پیدا بکنه، چقدر تو سود من تاثیر میذاره؟ اگر 20% افزایش پیدا بکنه چقدر تأثیر میذاره؟ میخوام این تأثیرات رو محاسبه کنم و ببینم که اگر حمل و نقل، هزینه های حمل و نقل من بالاتر بره چقدر رو سود من تأثیر میذاره، یا اگر پایین تر بیاد چقدر رو سود من تأثیر میذاره. به خاطر همین من یک ضریبی لازم دارم که اگر ضرب دره هزینه ها مجموع هزینه های حمل و نقلم بکنم، اون هزینه آینده در بیاد. مثلا ضرب دره 1% کنم، ضرب در 2% کنم، یا مثلا به صورت ریاضیاتی بگیم ضرب در 1.1% بکنم، ضرب در 1.2% بکنم، ضرب در 99% بکنم، ضرب در 99% بکنم، خب که کاهش میشه دیگه، ضرب در 0.9 بکنم که کاهش هزینه ها میشه. میخوام ببینم اون وقت سودم چقدر تغییر. برای این کار من یه سری لازم دارم، خب که این سری من از 0 تا 1 تغییر بکنه دیگه. حالا اگر از 0 تا 1 تغییر بکنه، من اینجا میتونم اینطوری در نظر بگیرم، اگر از 1 اینطوری بهتر است، اگر از 1 تا 2 تغییر بکنه، خب من عدد رو اینجا 1 نبر میذاشتم، اگر از 1 تا 2 تغییر کنه و مثلا 100 خب یه سری عدد دارم که 1.1، 1.2، 1.3. چون هول نامبر اونجا انتخاب کرده بودم، الان همه رو 1 میذاره. خب این عدد رو نمیتونه تغییر بده. من باید بیام نوع دیتا تایپش رو تغییر بدم. برای این کار دیگه لازمم برم توی ترانسفورم دیتا، دیتا تایپش رو تغییر بدم، یا اینکه دلیتش کنم از اول بسازمش. خب تو اینجا یادونه دیگه، اینجا من هول نامبر رو باید بکنم مثلا دسیمال نامبر. من میام از اول میسازمش اصلا، که یه بار دیگه هم دیده باشیمش دیگه. من دلیتش میکنم اینجا. الان تیبل من، این جدول من اصلا کلن دلیت شدش دیگه، نرم تو ترانسفورم دیتا تغییرش بدم. خب
میام اینجا دوباره میرم تو قسمت، اگر تو قسمت جدول باشیم خب میام تو قسمت نمودارها، میام اینجا توی قسمت مدلینگ نیو پارامتر رو باید بذارم. این دیگه پریده، اینو دلیتش میکنم نمودارم. هم بیاییم اصلا یه دونه صفحه جدید باز کنیم به نام Transportation Cost Analyze، خب که میخوام یه دونه ریپورت داشته باشم واسه تغییرات هزینه حمل و نقل. حالا میخوام یه دونه نیو پارامتر درست بکنم که یه جدول واسه من درست کنه. بعد من اینو میخوام بگم ضریب تغییرات Change Coefficient، دیگه هول نمبر نیستش، دسیمال نمبر، فیکسد دسیمال نمبر هم میتونید انتخاب بکنید، دسیمال نمبر هم میتونید انتخاب کنید. خب من حداقلش، ببینید توجه کنید، اگر من از یک بیام تا دو، یک و یک صدم، یک و دو صدم، یک و سه صدم هستش. اگر از صفر تا یک بیام کاهشیه، از یک تا دو افزایشیه. حالا از دو تا سه هم میتونه بره همینطور زیادتر بشه، دیگه خیلی بالا میره، دیگه هزینه حمل و نقل دیگه ماکسیموم دو یا سه برابر میشه دیگه. به خاطر من از صفر تا ماکسیموم دو میام، که اگر از مثلا یک، از یک تا دو بره یعنی دو برابر شده از اون. بیاین تا سه بریم که ببینیم مثلا هزینه مثلا حمل و نقل شاید خیلی زیاد بشه، مثلا همه رو با هواپیمای لوکس بفرستن انگار. خب چقدر تغییر بکنه؟ یک صدم یک صدم تغییر بکنه. دیفالتش هم خالی میتونیم بذارین، اینجا یه دونه نقطه زیاد گذاشتم. خب دیفالتش هم میتونیم خالی بذارین، یا یعنی اینکه بگیم آقا صفر باشه، یعنی تغییری نداشته باشه. حالا اوکی میکنم این رو، میاد یه جدول واسه من درست میکنه که از صفر تا سه یه صدم یه صدم اعداد ایجاد شدن. بیایم اینجا جدولمون رو نگاه کنیم، این جدولمون هست، اینم یه میجر هست که الان بهتون نشون میدم. میام تو جدول ها چنج کوفیشن، ببینید رفته تا عدد 3، خود 2-999 رفته دیگه همینطور بالا. خب این از این، برگردیم اینجا یه دونه میجر هم درست کرده، بیایم میجر رو نگاه کنیم. چنج کوف ولیو مساوی با سلکتد ولیو، همون ستونه که یادتون هست زیرو، یعنی این میجر بر اساس تغییرات این تغییر میکنه عددش. یعنی انگار من بخوام تو یه جایی استفادهش بکنم بهتره که از این میجر استفاده کنم، یا اینکه ستون، هر دوشو دارم دیگه اون وقت. خب هم ستون دارم هم میجر دارم که اینجا دیگه تغییر میکنه. بیاییم یه دونه نموداره مثلا این میجره رو بندازیم اینجا. الان ها کنید 400 من اینو میکنمش مثلا 1.31. ببینید اینم تغییر میکنه به 1.33. پس این میجر عددی است که بر اساس این تغییر میکنه. حالا من میتونم مثلا یه دونه نمودار بندازم که همین این، بیاین مثلا من یه نمودار جدید بندازم، همین این رو هم بندازم اینجا. دیگه اینجا باید به جای اینکه میجر چیز باشه، اینجا باید مقدار سام رو انتخاب بکنم. مقدار سام رو انتخاب بکنم مثلا همون عدد رو داره به من نشون میده. خب پس من هم جدول دارم، یه ستون جدول دارم، هم یه دونه میجر به من داده که میتونم استفاده بکنم. اینا رو پاک میکنم. حالا کاری که ما میخوایم بکنیم چی هستش؟ اول بیایم توی سلز دیتا، ببینید بیاین تو ریلیشن قبلش، اول نگاه کنیم این جدولی که من اینجا دارم چنج کوفیشنت هستش. این چنج کوفیشنت رو واسه من درست کرده اما به جای ریلیشن نداره، چون ضریبه دیگه، چیزی نیستش که ریلیشن بخوام بذارم. خب حالا ما این چجوری به این ریلیتش میتونیم بکنیم؟ بر اساس فرمول ها میتونیم ریلیتش بکنیم. بیایم اول من خود این پروفیتم رو اینجا بندازم، مثلا یه نمودار واسش، دیتم رو هم بندازم رو مثلا اوردر دیت، این اوردر آیدی بود بخشید، order date هم رو میدازم توی access. خب اینجا داره به من مقدار سودم رو نشون میده، حالا خطیش هم میکنم که خطی نشون. اینجا هم میتونم تایتلش رو تغییر بدم دیگه، بیایم تایتلش رو هم تغییر بدیم به چی؟ یه تایتل واسهش بندازیم. خیلی خب پس الان من این میخوام ضرب در هزینه های حمل و نقلم بکنم. میام چیکار میکنم؟ یه دونه میجر میتونم اضافه بکنم. خب
یه دونه کویک میجر هم اضافه میکنم. کویک میجر چجوری هستش؟ من یه سری فرمول های از پیش تعیین شده دارم، درسته؟ من میتونم مثلا بیام به جای اینکه اینجا نیو میجر رو بزنم، فرمولم رو خودم بنویسم، بیام از این کویک میجر استفاده کنم و از فرمول های پیش فرضش استفاده کنم که فرمول های زیاد و کاربردی خوبی داره. مثلا این رولینگ اوریج فرمول خیلی خوبی هستش که نوشتنش سخته به صورت عادی. حالا من مالتیپلیکیشن عادی رو استفاده میکنم، میخوام ضرب کنم دوتا چیز رو با هم دیگه. چیا رو میخوام ضرب بکنم؟ میخوام هزینه حمل و نقل رو که توی سلز دیتا هستش، ترانسپورتیشن کاست رو، خب با چی ضرب بکنم؟ با یه چیزی، من اینو کنسل بکنم. ببین توی این جدولم رو انتخاب میکنم، من میخوام اینجا بندازم که تو همین سیلز دیتا داشته باشمش دیگه میجرم، اون وقت کویک میجر رو میذارم که این میجر من توی این سیلز دیتا باشه. حالا میام مالتیپلیکیشن رو انتخاب میکنم، بعد میام میگم آقا توی سیلز دیتا هزینه حمل و نقل رو بیس ولیو رو ضرب داره میجر من توی چنج کوپ ولیو بکن. خب حالا این رو اوکی میکنم، میاد یه دونه میجر جدیده واسه من تعریف میکنه که هزینه حمل و نقل رو که سامیشنش هم هست، توجه کنین چون میجر هستش روی کل اون ستون گرفته، ضرب داره تغییراتش میکنه. حالا اگر این چنج کوپ ولیو صفر باشه، یعنی اینکه من هزینه های حمل و نقلمو به صفر کاهش دادم. اگر 76 صدم باشه، یعنی 76% کاهش دادم. اگر 1 باشه، یعنی هزینه‌هاش رو تغییر ندادم. خب این رو من می‌بندم، میام مثلا یه دونه نمودار هم واسش می‌کشم، میام اینجا یه نمودار می‌ندازم، بعد میام بر اساس تاریخ هم جداش می‌کنم. خب بیاین اینا مثلا خطی کنیم که بهتر ببینیم. خب یعنی هزینه‌های حمل و نقل من هستش. من اگر یکش کنم، نما کنین اگر بیام روی یک، این ثابت نما کنین افزایش پیدا کردش. این دقیقا هزینه حمل و نقلی هست که در حال حاضر دارم. اگر افزایش پیدا بکنه، 10% افزایش پیدا کنه، میشه 1.1 و هزینه های حمل و نقل من تغییر میکنه. اگر دوباره افزایشش بدم مثلا به 2.5 بکنم، این هزینه ها رفت بالا. خب حالا بیاین روی مثلا نزدیک همون 1.2 افزایش. حالا من میخوام ببینم این هزینه حمل و نقل من تغییر میکنه رو سودم چه تأثیری میذاره دیگه، چقدر سود من تغییر میکنه. خب برای این کار من باید سودم رو، سود جدیدم رو دوباره حساب بکنمش. برای اینکه سود جدیدم رو دوباره حساب بکنم چیکار باید بکنم؟ یه دونه نیو میجر میتونم بندازم، بگم سود منو که داری حساب میکنی، ترانسپورتیشن کاستی که در حال حاضر دارم و دوباره بهش اضافه کن که بدون هزینه حمل و نقل بشه، بعد منهای این ترانسپورتیشن کاست جدیدم بکن دیگه که ترانسپورتیشن کاست ضرب در چنج کوپ ولیو هستش. بیاین این اسمش رو هم تغییر بدیم، من روش کلیک میکنم. این خیلی اسم طولانی داره، درسته؟ من کوچیکش میکنم، میگم تی آر همون ترانسپورتیشن یا تران کاست نیو، یا اینجوری اصلا می نویسم نیو ترانسپورتیشن کاست. خب این هزینه حمل و نقل جدید من میشه. خیلی هم خوب. حالا میام یه دونه نیو میجر میزنم، فرمولش رو میخوام از اول بنویسم، بهش میگم نیو پروفیت من هستش. این نیو پروفیت، درسته؟ نیو پروفیت رو که دارم در واقع مجموع سام پروفیته که از اول داشتم قدیم، سیلز دیتا پروفیت به اضافه سام سیلز دیتا ترانسپورتیشن کاست قدیم. خب یعنی الان ترانسپورتیشن کاست قدیمم رو اثرش رو از بین بردم، منهای ترانسپورتیشن کاست جدید که میشه، چون میجر هستش دیگه لازم نیست سام ببندم، فقط کافیه نیو ترانسپورتیشن کاست رو بذارم.
خودش مجموعه دیگه این نیو ترانسپورتیشن کاستی که داشتم دیگه. حالا اینجا تیکش رو میذارم، یه میجر جدید رو درست کردم. حالا میتونم پروفیت قدیمم رو با پروفیت جدیدم مقایسه کنم و یک آنالیز حساسیت بهش میگم آنالیز داشته باشم. من این نمودار رو پاک میکنم، این نمودار رو بزرگ میکنم، اینجا اضافه شد. ببین نیو پروفیت رو توی چنج کاف اضافه کرده، چون اون موقعی که من داشتم نیو میجر میزنم این سلکتید. من اینو میخوام تغییر بدم بیادش توی سیلز دیتا. اینجا اشتباه کرده بودم گذاشته بودمش دیگه. میام اینجا هوم تیبل هم هست، وقتی که روش کلیک کردم هوم تیبلش رو میکنم سیلز دیتا، این میره توی این سیلز دیتا میشینه. خب حالا که اومد اینجا، من این رو به این نمودارم اضافه میکنم. ببینید توی 1.2 هستش، اضافه نشد، اضافهش میکنم. خب حالا که اضافه کردم میتونم این نمودار رو ببینم که اگر 1.2 بود چه تغییری میکنه، اگر اینطوری بشه چه تغییری میکنه. نیو پروفیت من چقدر باز است. حالا اینجا نمودار خطی است، من میتونم نمودار رو مستطیل کنم چون دارم مقایسهش میکنم. میام این رو انتخاب میکنم. اینجا میتونیم بهتر ببینیم که چقدر تغییر میکنه. اینجا نشون میده حمل و نقل من زیاد روی سودم تأثیر نداشته. خیلی خب، این میشه آنالیز حساسیت یا What If پارامتر Power BI. ممنونم از توجهی که داشتین. تا جلسه بعد، خدا نگهدار. برای دیدن جدیدترین محصولات و ویدیوهای ما به وبسایت diaco.com، کانال یوتیوب diaco ltd و کانال تلگرام diaco ltd مراجعه بکنید.